چرا اونجا بس دادی؟ خوبه. قصه ها رو خوندی؟ چطور بودن؟ بدک نبود. بدک نبود؟ کدومش بهتر بود؟ اولیه جای کار داشت، دومیه که اصلا خوشم نیومد ازش. فکر کنم داری جا به جا میگی، اولیه زیاد خوب نبود ولی دومیه اون دختر پسره. چرا ذوق زده ای تو؟ چه چیز جذابی داشت؟ من ذوق زده نیستم، فقط میگم فکرشو بکن اگه بچه های تحقیق رو بفرستیم پسره رو پیدا کنن بیارن تو همین استدیو روبروی دختر قرارش بدن، خیلی قصه فوق‌العاده‌ای میشه. چه برنامه فوق‌العاده‌ای میشه؟ میشه یه فیلم هندی مزخرف. تو چرا انقدر گارد داری؟ بابا چه گاردی گرفتم؟ میگم داستانش جذاب نیست، کلیشه‌ایه، انتقام زن ها از مردا. چه چیز جذابی داره؟ اصلا چه ربطی به زن و مرد بودن داره؟ پسر زده زندگی دختره رو نابود کرده گذاشته رفته بدون اینکه به این فکر کنه که دختره بعد از اون ماجرا دیگه هیچ وقت زندگیش مثل قبل نمیشه. تو از کجا میدونی فکرشو نکرده؟ یعنی چی؟ یعنی که همین الان داری پیش داوری میکنی؟ مگه حرفای پسره رو شنیدی؟ من واسه همین میگم بریم پسره رو پیدا کنیم. آره ولی اینطوری که تو دنبال پسره میگردی نمیخوای باش مصاحبه کنی، میخوای به سلابه بکشیش. تو چته فرهاد؟ چرا با من اینجوری حرف میزنی؟ یه قصه بهت دادم گفتم نظرتو بهم بگو. همین قصه رو دادم به خانم دانشور و دکتر محبوب، گفتن خیلی داستان خوبیه، کلی حرف توشه. آره قصه تو بده همین دکتر محبوب و خانم دانشور، اونا برن برات اجرا کنن. از نظر من یه قصه بی ارزش فیلم هندیه، خال زنکیه، به در مجله های زرد میخوره. همین میگم باور نکردنیه. ببین خیلی اون فیلم تو رو دیدن تو فضای مجازی با اون وضعیت، از جمله خود من. بله. اکثرا فکر میکردن که یه کلک تصویری، جلوه های ویژه‌ای، چیزی توشه. نه نه اصلا. ببین تو از اون ارتفاع پرت شدی، آهن از این طرف گردنت رفته، از این بر در اومده. بله. و زنده موندی. واقعا الان زنده ای؟ با اجازتون دیگه زنده. نه واقعا من هنوزم باورم نمیشه، عجیبه. ببین من میگم استوری رو تو گینس ثبت کنن، به غیر از شانس چه اسمی میشه روش گذاشت؟ بهمن. شانس که درسته، ولی قدرتی خداست دیگه همش. اون که 100%. اولین بار که فیلمو دیدی چه حسی داشتی؟ حقیقتش آقا رئوف، من اول که اصلا خودم نمیتونستم این فیلمو ببینم، بعد اصلا باورم نمیشد خودم باشم. بذار یکم برگردیم عقب. چرا از اون ساختمون پرت شدی؟ از اون بالا چیکار میکردی؟ کار داشتی اونجا؟ اونجا محل کارمه. بله اونجا محل کارم بود، منتها من اون روز برای کار نرفته بودم اونجا. برای چی رفته بودی؟ از اول اولش بگم، از اول اولش بخوام بگم، برمیگرده به یه سال پیش ماجرا. انقدر اعصابم خورد میشه دستتو میبینم ها. صد دفعه بهت گفتم دستکش کار دستت کن، اصلا انگار نه انگار. ای خدایی نکرد یه جایی ناقص بشه اون وقت چی؟ ناقص بشم که احمد آقا فاتحه منو بیخت و بیخ خونده. داماد ناقص بیجا کرده. حالا ببینه، حالا خب یه خونه از خواسته، زونم سه دونگش. اونم نمیخواست، خودم با صد میگرفتم واسه شیش دون. شک داری به ما؟ نه اصلا هم قصد نباشه، اینجا مترشش پایینه. خودم با صد یه خونه میگیرم، درندش بزرگ، چش به هم بزنی، سب کن فرم. تو رو خدا نمیخواد بهمن جان، همینجا هم 4000 تا صلوات نصب کردم بخریم بریم سر خونه زندگی. دست و بالتونو به پایینا نگیره، این برون بر فقط این هم مواظب باش، این هم چینی نون عواستون باشه نشکنه. برمون دستت. آقا اینو بپا، اینو بپا، اینو بپا،
این کدوی مادرزنه بیچارم میکنه طوریش بشه. والا من دست و پامم بهش نرم نداره. اینو مراقب باشین. شانس که نداره. همین که جاش تا قیام قیامت مال خودشونه به نظر من خانم کفایت میکنه. قیام قیامت کجا بود احمد آقا؟ ما خیلی تو این خونه باشیم فوقش دو سال. این صاحبکار جدید من یه ساختمون 10 طبقه داره میسازه 20 واحدی. گفتم یکی از واحداشو واسه ما بذاره کنار. ان شاء الله مادر، ان شاء الله. حال اینجوریه. دستت درد نکنه. حالا فعلا که این تو دست و پاس باید عوضش کنی. خوشم باشه. لابا سرویس چینیت هم بایستی که بفروشیم چون کابینتا کوچیکه توش جا نمیشه. اونجوری میگیرش برمیخوره. خب بر بخوره. یه میلیون مرغ که دیگه چیز زدن نداره. اینقدر اسفند داره تو میکنه خفم شد. مثلاک میندازه. من تو گفتم. من نگفتی. بابا خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب گفتم هر کاری از دست من برمیاد برای شخص تو انجام میدم و من انجام یه لحظه بیا کارت دارم جونم احمد آقا بیا آقا برمو جونم ببین به من جونم میخوام یه سوال ازت بپرسم ببین محضر چی شد کی باید برید محضر اون که حل احمد آقا فردا صبح اول وقت میریم چه که آخر میدیم و خلاص الهی شکر سالون چی اون سالونی که با هم دیگه رفتیم دیدیم به نظر من بد نبود و مناسب بود اتفاقا ژاله هم خوشش اومده بود همون رو رزروش کردیم دیگه اه. آره آها خوبه آبرومنده بله قد و قواره پولیه که میگیرن چی رو من خونه رو دارم میگم آ شرمنده من اینو جواب بدم جانم من با اون سلام چی شده؟ بیا از این بالا مسی افتاده پایین. بونشو شما. جابر بونشو. آقا برید کنار دور بشه. بالش باه آقا بابا. ان شاء الله که خوب میشه. خوب میشه ان شاء الله. خوب میشه ان شاء الله. تموم کرد. جانا! جلال برید کنار بابا شما اینجا کیه؟ منم آقا منم شما میاد آقا شهریار حواست برو تو برو عزیزم اون رفت باشی که کجا میخواهش بری چاییتون رو بفرمایید دست شما درد نکنه ما ده عجله داریم آقای وحالو یکی دو هفته اخیر همکارای ما با شما تماس گرفتن چرا جواب ندادی؟ من تماسی یا بیمه نداشتم. چطور مگه؟ داشتیم. همکارمون برای یادآوری بیمه نامتون زنگ زدن. خانم عرض کردم که من تماسی نداشتم از سمت شما. حالا چی شده؟ مشکل چیه؟ کی تموم شده؟ بگید من الان تمدیدش بکنم. اعتبار بیمه نامتون 12 برج تموم شده. و طبق گزارش پزشکی قانونی کارگر شما 13 برج فوت شدن. نه میشه همچین چیزی. حتما دارین اشتباه می‌کنین. پیامکش هم براتون ارسال شده. آره یعنی چطور شده؟ یعنی بیمه ای خانم بده من اون برگر رو بده من چطور ممکنه؟ حالا یعنی چی میشه؟ الان خانم نمیتونن تمدیدش کنن؟ چرا میتونیم ولی مورد فوت وقتی بوده که ایشون بیمه نداشتن پس در نتیجه خسارت بیمه به ایشون تعلق نمیگیره. خانم من این همه سال دارم پیش شما بیمه رد میکنم. یه دفعه تا حالا طوری نشده بیام اینجا دست به دامنتون بشم. عاد حالا امروز که واجب شده به خاطر یه روز کوفتی دارید منو مرجو میکنین. آقای وحالو متوجهم. ولی گزارش پزشک قانونی رو پرونده است. تاریخ فوتو چی کار کنیم؟ نمیتونیم که عوضش کنیم. خب زن و بچه اون مادر مرده چی میشن؟ به خاطر این یه روز باید به خاک سیاه بشینن؟ من خیلی متاسفم ولی قانون بیمه است. از دست منم کاری بر نمیاد. آقا اصلا من باورم نمیشد. یعنی به قول شما غیر بدبیاری هیچ اسم دیگه ای روی نمیشد گذاشت. چرا بدبیاری؟ تو به هر دلیلی فراموش کردی بیمه تو تمدید کنی. بله، فراموش شما درسته. اون تا مسئله اینجاست که من یه عمر تو این کارم. خدا رو شکر غیر همین زخم و زلیای علکی وقتی پیش میاد طوری میشه من ندیدم خون از دماغ احدی بریزه. عاد حالا همون روزی که بیمه ما تموم شد کارگر بنده خدای ما رفت به رحمت خدا. شما به این چی میگین؟ بدبیاری نیست؟ بفرم ان شاء الله گره کارتون باش خیلی شرمنده ام آقا
حرفا چیه؟ دشمن چرمند. به خدا روم نمیشه تو رود نگاه کنم. نزن یه حرف. اینم حق زن و بچه جلاله دیگه. خدا از بزرگی کمت نکنه. خداحافظ آقا. خداحافظ. آقاینو مراقب باشی. این کادو مادر زنه. تو این اسباب کشی دست و پای ما بشه کسب نده. اینطوریش نشه. اینجوری آقا بهمن؟ نه خودت بگو واقعا اینجوریه؟ این خبر از ما دست دختر رو میگیری میری محضر خونه میفروشی؟ بابا جان از بقیه پول خونه انقدی مونده بشه یه جایی رو رهن کرد، بعد همه اول زندگی که خونه نمیخرن که. باز برگشتیم سر خانه اول. من نمیفهمم چی باید بگم آخه از دستی. بیا آقا بهمن یه دقیقه با من. من خواهش کنم دختر شما اونجا وایسه عقب وایسه. بفهم. ببین عزیز من، تکلیف قول و قرار من و تو با هم چی شد اینو به من بگو. ها قول و قرارمون که سر جاش احمد آقا. من بدبیاری آوردم، خودتون دیدین که. بهمن جان اسم این بدبیاریه؟ اسم این بدبیاری نیست، این بی‌توجهیه، این بی‌احتیاطیه. اصلا اسمش هر چی که شما میگی. شما که با تجربه ای، ممکنه برای خیلی ها پیش بیاد، برای خیلی هم زیاد پیش میاد، من که بار اولمه. برای اون خیلی ها با یه بار اشتباه زندگیشون از این رو به اون رو نمیشه عزیز من، قربونت برم. اصلا من نمیفهم. نگاه کن کار کردنشو ببین. بهمن تو چه اینقدر پای حق و حقوق کارگرات وامیستی؟ پای قول و قرار زن با ما وایسا دیگه عزیز من. من تا یه سال بذار من به تو شما اجازه بده. من تا یه سال دیگه یه خونه از این بزرگتر و درندشتر بسش میگیرم. الان دست و بالم خالیه، هیچ کار کنم. میگم ژاله رو یه جورایی راضیش بکن که مراسمو بندازه عقب، بندازه وقتی که دست و بال تو پرتره و بهتره شرایطت. دو سال و نیم عقدیم بابا. این همه سال صبر کردی، خب یک سالم روش قربونت برم، من کمکت میکنم. مگه شرط ما خریدن خونه نبود؟ خودت هم پاش امضا کردی دیگه. من واقعا نمیفهمم تو چرا. خب من میفهمم، من میدونم که شاید تو الان دلخور بشی، ولی من واقعا اهل این حساب کتابا نیستم و نبودم. بودم جمیله با بعد از 10 سال زندگی با یه بچه دست خالی بر نمیگشت خونم. رو حساب عشق و عاشقشون با 5 تا سکه و یه جشن مختصر شوهرش دادم رفت. تهشم شد این. بهمن میفهمی؟ دختر داشتن توی این روزگار سخت. بهمن بفهم منو. بیا بهمن. آقا دست شما درد نکنه. واردشم. چه عجله‌ای بود حالا؟ 2-3 روز مونده هنوز تا موعدش. 2-3 روز این برون بر چه توفری داره فدات شم. بیا یه چیزی بخور. دست شما درد نکنه. خیلی ممنون. دارو نمیدونم. بخور دیگه. دست شما درد نکنه. خیلی ممنون. راستی خانواده این کارگره چطوره؟ می‌خواستم بیام ختمو نتونستم. عرض شود که بد نیستن. خانمش فارغ شد. منم که پول دیگه‌شون رو کامل پرداخت کردم. چطور؟ مگه بیمه تموم نشده بود؟ بیمه وقتی اونجوری شد مجبور شدم خونه رو بفروشم. خونه تو فروختی؟ خب دیگه رو قسطش میکردی؟ نه خدا رو خوش نمیومد. بنده خدا افتاده سر کار من مرده. بعدم بعض اوضاع زندگیشون شما خودت دیگه دیده بودی دیگه. حالا همین داختمشون تو این بازی قسط و این حرفا درست نبود. آقا اینجوری پولی میگیره دستشون رو میزنم به زخم. عجب. خیلی خوب. آقا اگه با من امری نیست من برم بالا سر بچه ها باشم، خاطر اینکه چند وقته خود کارها عقب افتاده. ببینم بهمن جان، تو غیر از این ساختمون قرارداد چیزی داری تو دسته؟ فعلا که هیچ. بشین ببین چی میگه. بشین. واقعیت اینه توی مناقصه چند تا ساختمون بردیم. خب
تو تحویلش هم عجله است. خودم نمیرسم وایستم انجام بدم. یه نفرم به عنوان سرپرست گذاشتم، اصلا باش حال نکردم، ردش کردم رفت. میخوام وایسی سر کار، ببریش جلو. آرماتور بندی هم با خودت. درصدی سر ساخت یکیش با هم شریک میشیم، بریم جلو. ببینیم چی میشه. خوبه؟ تو آدم کار بلدی هستی، حیفی به من. من با تو خیلی حال کردم تو این مدت. سر قضیه کارگرم که واقعا مردونگی کردی. هر کی دیگه بود اصلا این کارو نمیکرد. واقعیت به خاطر همین که دارم باهات شریک میشم. یه تکونی به زندگیت بده، خودتو بکش بالا. 10 سال داری داربست میزنی. فقط وقتش پله بیای بالا وایسی. اوکی؟ با کدوم پول؟ با تمونده پول خونه دیگه. میدونی شراکت کردن با یه همچین آدم یعنی چی؟ من اصلا نمیدونم این یارو با این دک و پوز شر اومده با تو شریک بشه. فکر کردی همه باباتن که با من حال نکنن؟ بهمن، این تنها داراییته ها. بعد میخوای بریزی تو شراکت؟ دیگه شد حالا دارایی من دیگه. دارایی جفتمونه. بعدش هم اگه شما راضی نباشی من غلط بکنم دست به کاری بزنم. جون. ای بابا من میگم یه شانسی داره خونمون رو زده، ردش نکنیم بره. بلکه هم دولتی سر دعای زن و بچه این جلال خدا بیا. خیلی ممنون. دستون درد نکنه. مینورم محبت کنی. من دارم میگم شراکت ریسک داره. 1000 جور دنگ و فنگ و فلان بهمان داره. من فکر همشو کردم. شما قصه این حرفا رو نخور. میبرم ماشین زیر پاشو ببین، دفتر و دستکشو ببین. زیرو بمشو من میدونم. همه حساب کتاباش دست منه. چی داری میگی؟ یه دفعه تا حالا خلف وعده نکرده. همه منتظر این همچین شانسی عجاله. چه میدونم شانسم بگیر نگیر داره دیگه. میگیره بحمد. میگیره ایشالله که میگیره. زبونت به خیر به چرخه. بابا تا که یه قرون دوزار، تا که یه قرون دوزار. من نگاه بکنم بچگی نایین دستام کار کردم. چی دارم؟ لنگی خونه 50 متری هم. با این وارد فکستنی افتادم کف خیابونا، داری میبینی دیگه شاهدی. بابا خدا رو شکر. خدا رو شکر، ناشکری که نمی کنم. خدا رو شکر. ولی به قول شهریار ما کی باید این بالا مالا ها 8600 بشه ها؟ پس نه آقا جمشیدی، شما فعلا هم یه بالا تریکتور رو درست من بفرست و بعد ببینیم خدا چی میخواد. آره مخلصم هسته در کار کنم. کارت به کارت بکنم برای آقا برای باید بگو برامون تیرام هم بفرستم. به کی داری؟ پس فردا جوشکارا بیکار میمونن. ماشه ردیفش بکنم. راستی چک ایمو هم خیلی عقب افتاده، کارگرا افتادن رو قرا. اون نگرانش نباش، من هم یه هفته پیش صورت وضعیت داد کردم رفته. پول میاد تو حساب با تصویر میکنم. میشه مرکم دست نمیشه. سلام از ماست آقا، کم پیدایی نرچه تماس میگیرم با اتون جواب نمیدی. چطوری شریک؟ آقا گوشی گوشی اینجا باز چی نشستی؟ چه نشستی اینجا شما؟ بهت پمینم بودو جمع کن اینا رو، جمع کن. ببخشید آقا، ببخشید، ببخشید آقا، این کارگران دیگه آقا اوضاع که چرس کنم. این صورت وضعیت ها هنوز پاس نشده. عرض به حضورتون که تیراهن تموم کردیم، حقوق کارگرانیست، نمیدونم طوری شد آقا. یه مشکل کوچولو بود احمد جون، داره حل میشه عزیزم، نگران نباش. پول همین روزا میاد تو حساب. تو برو چکی تیراهن ها رو بخر، هر چی کم و کس دارین بخر. من تو 14 دور چکا رو پاس میکنم. الو صدامو داری؟ بله بله آقا من دارم صداتون رو، فقط شما کی برمیگردین؟ من اول هفته دیگه تهرونم. من نگران هیچی نباش عزیز من، خریداتو بکن، کارا رو راه بنداز، باقیش با من، همه چیز حل و دیگه. من بیشتر از اینا رو حساب کردم. شریک ما مخلص شما ایم. فقط آقا جسارتن دیگه تا 14 پول تو حساب دیگه. آره فدات شم. تو این 6 ماه چند بار بدکاری از ما دیدی؟ آن چند بار صبح به 14 تو حسابته. ما مخلص شما ایم، دست شما هم درد نکنه. با اجازتون فعلا خداحافظ شما. خدا ما هنوز نتونستیم 30% پیش پرداختو جور کنیم. چطوری میخوایم این همه چک رو پاس کنیم؟
نگران این چیزاش نباش، من عقلم میرسه که بدونم حساب کتاب زندگیم چجوریه دیگه. یعنی چی الان دوباره چک کشیدی؟ جای شهریار این همه چک میکشی؟ خب یعنی چی؟ برای چی جای یارو این همه خرید میکنی؟ شریکشم میگی چی کار بکنم؟ شریکشم بعدش هم گفته آقا حسابو پر میکنم، چه کارو پاس میکنی میره؟ اگه راست میگی خودش داره چک نمیکشه. نیست ایران، نیست ایران، نیست رفته سفر. رفته سفر تو این هیروویری گرفتاری وقت سفر کردن چی؟ کدوم هیروویری گرفتاری؟ چرا حرف در میاری بابا؟ تو چند وقتی داریم کار میکنیم، همه چی اینو قبل بود رفته جلو، هیروویری گرفتاری؟ ای بابا بطه کردی این منو تو هن این چند سلوخونو بیشتر نرفته باشن، یه روز پاشون این سر دنیاست، یه روز پاشون اون سر دنیاست. بعد تو فکر میکنی یه شبه اینجوری رو هوا بلا ساده شدن. ای بابا یعنی چی؟ یعنی چی؟ چی یعنی چی؟ بالاخره یه زیر روی کشیدن دیگه، همینجور که کشکی که نیستش که. من میدونم درده چیه که چیه؟ تو ناراحت این خونه ای، من برات میخرم، به جان خودم برات میخرم. من اینجوری شناختی؟ آقا دارم میگم قول داده دیگه، کی تا حالا بعد قولی کرده این دفعه دومش باشه؟ آخه به جون خودم آقا، با من پیگیره، من شاهد بودم. بفرما آقا جابرم شاهده. آقا جون شما برید پایین اینا رو راشون بنداز، من الان خودم بهش زنگ میزنم ببینم چی کار میکنه. برو باش پایین یه دقیقه، برید را بندازید کارو، برید من الان پیگیر کارتون میشه. برید. آقا سلام، خوب هستین؟ آقا این کارگرای تیراهن اعتصاب کردن، میگن ما کار نمیکنیم، تا چکمون ندین دیگه دست به هیچی نمیزنیم. چقدر عقب افتاده؟ 20 روز شده دیگه، به حرف منم گوش نمیدن آخه. خب چکاشونو مینوشتی فدات شم، چرا این کارو نکردی؟ آقا ببخشید این قرارمون این نبودا. شهریار خان من چیکاره این پروژه‌م این رابر را چک بکشم برای شما؟ ای بابا تو شریک منی محمد جون، ما با هم حرف زدیم یعنی چی؟ بله آقا ما شریکیم، اتفاقا به خاطر اینکه باهاتون حرف زدم تا الان وایسادم وسط این بلبشو. من 10 ساله دارم کار میکنم، تا حالا یه روز که کارگرم این طرف و اون طرف نشده. ای بابا وایسم اینجا حرف بشنوم از کارگر؟ خونه خودمو فروختم، خودمو زابرا کردم، زنمو زابرا کردم فقط به خاطر اینکه دیگه کارگر بدم. شلوغش نکن عزیزم، مگه چی شده حالا؟ ای بابا حلش میکنم. شما من بگو چی شده؟ حل به من جون، تو به من اعتماد کن، پول میاد تو حساب، من امشب ایرونم. خب بیا خونه با آرامش با هم حرف میزنیم. جواب این کارگرانو من چی بدم؟ جوابشون با من، تو نگران هیچ نباش، انقدرم هرس و جوش نخورم ولی جوونی. یه خورده ریلکس باش بهمن عزیز من، حیف تو نیست به سن من نرسی. آی میس یو، خداحافظ بهمن. من میام میبینم تو، منتظرتم. یادت نره، خداحافظ. ای جانم دو تا هم وزیری بذار. آره بابا اونم با برنج، مگه بدون برنج هم میشه؟ قربون تو برم، مخلفات هرچی کرمتون. ببین مهمون عزیزی دارم، سفارش نکنم، سنگ تموم برام بذار. راستی روغن حیوانی رو برنج یادت نره. قربان تو، خیلی مخلصیم. گود نایت. خیلی خوش اومدی بهمن جون. قربان شما آقا، افتادیم تو زحمت، ببخشید. اختیار داریم، غذاشون درجه ای که حرف نداره. از وقتی خانم بچه ها رفتن اون بر مشتری ثابتشون. چرا چی نمیخوری تو؟ آم پس تشریف برده بودین پیش خانم بچه ها؟ عاشقشونم بهمن. این میوه خوشگاه درجه که عالیه، بزن. از شما درد نکن. چی پرسیدی؟ عرض کردم که تشریف بردون بچه‌ها. نه اونجا نرفته بودم، ولی قرار به زودی برم، خانومم دیگه طاقت دوری نداره. بخو سلامتی. واقعیت منم دیگه طاقت ندارم بهمن جان، اصرار اون بود بریم اقامت بگیریم، الانم تو رفته اومده و دنگ و فنگای همه اقامت گرفتنیم. خدا بده از این دنگ و فنگا. آقا تو چرا هیچی نمیخوری؟ من کسی بیاد خونم چیزی نخوره عصبی میشم. بخور دیگه. از شما درد نکن. حقیقتش آقا من تو این چند وقته خیلی اذیت شدم. واسه اینکه سخت میگیری عزیز من، 4 تا دونه چک این حرفا رو داره. این چکا واسه شما چیزی نیست، واسه ما که حسابمون خالیه خیلی حرفه. قرار ما روز اول چی بود؟ قرار شد تو با کارگرا طرف شی، من با کارفرما، درسته؟ بله آقا، ولی بدون پول که نمیشه. من اصلا مال این کارا نیستم. کدوم کارا قربون شکله؟ مگه ما اونجا داریم کلاهبرداری میکنیم تو حسابات سوا میکنیم؟ نه آقا سوء تفاهم نشه، منظورم اینه که کار بزرگ کردن دل بزرگم میخواد دیگه. بگیرم. ببین تاریخش مال 14 اوکی، فردا اول صبح میخوام اونا به حساب، 3 روز دیگه وصول میشه. هرچی خرج کردی برمیگرده به حسابت، فردا میتونیم چک کارگرا رو بدیم. حله؟ اوکی. تو فکر میکنی واسه چی رفتم سفر؟ واسه اینکه این چک رو از کارفرما بگیرم دیگه. چی؟
خب آقا قربونت برم این خبر خوش زودتر بده. دست زنتو بگی برو یه خونه پیش خرید کن. همه چیز حله. آقا آقا این خیلی زیاده آخه. آقا شهریار حرفت نباشه. بگی بگی از حساب شراکتمون کم میکنم قصی. خوبه؟ این خدمت اوستی آقا. این دارم برای امضا بزن. دسته نباشی. سلامت باشی. مبارک باشی. خدا خدا حافظ. مبارک. خواهش میکنم. شادا به خوبی خوشی. سلامت. امضا خوشی. حلاله گوشی یه لحظه، یه لحظه گوشی. جانم سلام. بله خودم هستم، امرتون. بله بله، الان پول میاد تو حساب، چکا پاس میشن. نه آقا مشکلی نیست، میگم حله دیگه. دیگه بابا کجا موندی تو نیم ساعته؟ شهریار خان اومده؟ نه آقا چی شده؟ حسین آقا بعد جوری قاطی کرده بود. کارگرا چی کارو خوابوندن؟ بله آقا. بیداد بیداد. ببین بگو به من دنبال شهریار، هنو حسابش پر نشده. خودت یه کاریش بکن دیگه. یه جوری آرومش کن. رو چشم آقا. بله آقا. حواست باشه. از کی نیومدن؟ خب کجا رفتن؟ میگم من شریکشم، باز بدونم شریک. پس شما چی میدونی؟ مگه شما منشی اون شرکت نیستی؟ پدر مادر صدا میکنی؟ شما؟ میگم بارو بزرگتر صدا بکن. آقا چرا ازشه؟ چرا داد میزنی؟ سلام ببخشید. معذرت میخوام. من دوست همسایتون هستم، آقای افراز. یه چند وقتی باشون تماس میگیرم جواب نمیدن. شما خبر دارین ازشون؟ نمیدونم آقا، ما خیلی وقت ندیدیمشون. شما یاد بگیر سر بچه مردم داد نزن. آقا رفت، من زمین و زمان رو دنبالش گشتم. انگار آب شده بود رفته بود تو زمین. خودم رفتم یه مدتی گم و گور شدم از دست طلبکارم که فعلا پیدام نکنه. گفتم تو این مدت برم لاقل شهریار رو پیدا بکنم یا کارفرما رو پیدا بکنم، یه خاکی تو سرم بریزم. به خانومم هم نگفتم کجا میرم. گفتم حالا میدونن آدرس ما کجاست، میام واسش دردسر میشه. خدا خیرش بده، جابر اومد پناهمون داد و دست ما رو گرفت، ما رو برد یه محیطی خارج از شهر بود. توی یه آلونک. مام زندگیمون شد قد یه آلونک. فکر نمی‌کنی حق با خانومت بود؟ چون تو کاملا مقهور اون آدم شده بودی. بله قبول دارم. خب حاشا نمی‌کنم اینو. ولی من خیلی دوستش داشتم، شده بود الگو برام. یه مدل خاصی بود آخه، شما بود می‌دیدینش. غیر از اینا یه دلیل خیلی بزرگی که داشتم این بود، این شده بود تنها راه پیشرفت من. آدمی بود که من ورده تو بازی، اینجوری بگم بهت. خب این یه کلاهبرداریه، اون کاملا از تو سوء استفاده میکرد. نه آقا رفت، این بدبیاریه. Thank you.
سلام. نه ترس. کسی همراهم نیست. کسی هم دنبالم نکرده. شما اینجا چطوری پیدا کردی؟ سخت. جالالش خوبه؟ خبردار اومدین اینجا؟ نه خبر داره، نه حالش خوبه. خدا زبونم نمیچرخه چیزی بگم. یعنی چی دارم بگم جز شرمندگی؟ ولی اوضاع اینجوری نمونه احمد آقا. افتادم دنبال کارفرماها، پیشون رو گرفتم، ردشون رو زدم. ایشالله مشکلت حل بشه. من خیلی برات دعا میکنم. بهمن، تو پسر خوبی هستی. نوکرتم احمد آقا. ولی من بدشانسم. از داماد شانس نیاوردم. احمد آقا، من همه چی رو درست میکنم. عربخو که آقام این روز اولش... این تناب از روز اولم پوسیده بود بهمن. از همون روزی که اومدی خواستگاری. نمیدونم چطوری. ولی یه طوری به گوش جاله برسون که این تناب پوسیده رو بریدی. اون دختر دل جونش پیش توه. میفهمی؟ همه چیزش تویی. داره دیوونه میشه. بهمن، مردونگی کردم، تنها اومدم سر وقتت. مردونگی کن به جاله، بگو قیدشو زدی. اونم بره پی زندگیش. تا نگی نمیره ها. بهمن، اگه دوستش داری ولش کن. جابر، قرار نبود امرو بیای که. آقا بهمن، سر کله ساب ملک پیدا شده. جان ما، با شهریار کار داشتم. شما طلبکارش هستین؟ یه جورایی بله. من ایران نبودم، به هم خبر دادن ساختمون خوابیده. شهریار کجاست؟ شما هم خبر ندارین مثل اینکه. شهریار فوت کرده، جنازه‌شو امروز پیدا کردن. بیچاره تک و تنها مرده. من بعدم فهمیدم که همون شب که بنده خدا ما رو دعوت کرده بود منزلش و کلی تدارک که شام دیده بود و اینا، میزنه سکته میکنه و فوت میشه. به خاطر همینم اصلا فرصت نکرده بود بره بانک چک و بخوابونه به حساب من. یعنی شما نمیدونی، من از خدام بود بیام بگن آقا این شهریار آدم بدی بوده، کلاتو برداشته فرار کرده رفته. ولی آدم خوبی بود. یه آدم خوبی بود که مرده بود. میدونین این من اذیت میکرد. تنها آدمی بود که صادقانه اومده بود دست ما رو بگیره، باعث پیشرفتمون بشه، به قول خودش یه تکونی به زندگیمون بده. ما هم تنها شانس زندگیمون افتاد مرد. اصلا دیگه هیچی نمیفهمیدم دارم چیکار میکنم. عجب. خب کارفرمای اون پروژه، شرکاش، خانواده‌اش، اینا نمیتونستن بدهی شما رو بدن؟ اینا پول کارگرا و مساله ساختمونی و این جور چیزا، این طلبای جزئی میتونستن بدن. پول منو نمیتونستن بدن. من همه زندگیمو گذاشته بودم سر این پروژه، همه زندگیم اونم دود شده بود، رفته بود هوا. بعد اینا اصلا مهم نبود آقای رؤوف. من آرزوام از بین رفته بود. میدونی انگار که یه نفر بیاد دست منو گرفته باشه ببره تا دم در بهشت خدا، بعد یه دفعه در ببندن رو. چطور میشه؟ یه آدمی که میتونست باعث پیشرفتن بشه اومده بود به رحمت خدا رفته، منم زندگیمو گذاشتم همه چیز تموم شد. اصلا حس میکردم تمام اون ساختمونی که کار کرده بودیم آوار شده رو سرم. دنیا دور این سرم میچرخید.
نفسم دیگه بالا نمیاد. واسه همین از اون ساختمون پرت شدی؟ ببین به من اینا رو برامون بیشتر توضیح بده. تو اصلا لبه اون ساختمون رفتی چیکار؟ عرض به حضورتون که بله اونجا رفتم اون تا خودم میخواستم برم آقا رفت. بیمارستانی یه سانحه برات پیش اومده، میتونی دستتو تکون بدی؟ خوبه، یکم پای چپتو بلند کن. گردنت یکم درد میکنه؟ خب طبیعیه چون میلگر دستوش رد شده. خیلی خوششانسی آقا بهمن، خیلی خیلی مایات بهش بدید، مراقبش باشید، ملاقات محدود. بهمن جان، یه آقای اومده باهات کار داره، حرفای مهمی داره باهات بزنه. آقا بفرمایید. سلام آقا بهمن، خیلی خوشحالم که سالم میبینمت.
با توجه به اتفاقی که برات افتاد هیچکی فکر نمیکرد سالم بمونی. من برادر شهریارم. خبر فوتشو که شنیدی؟ دارم حساب کتاباشو راستریس میکنم. چک کارفرماتونم پیش منه. با توجه به قول و قراری که گذاشتین شما تو سود سهمی. شرکتم جز مخارج ساختمون چیز دیگه ای رو پرداخت نمیکنه. اما شهریار یه چک دیگه هم برای شما گذاشته. روش نوشته به عنوان پاداش. من میدونم شما بابت این شراکت خیلی ضرر کردی. امیدوارم با پرداخت این چک بخشی از اون ضرر جبران بشه. برادر من آدم خوبی بود. براش دعا کن. واقعا چرا اینقدر ما بدبین شدیم؟ نسبت به زندگیمون، به شانس، تقدیر، آدمای دور و برمون. چرا نمیخوایم باور کنیم که آدمای خوب هنوز هستن، اینا میتونن تو مسیر زندگی ما قرار بگیرن، به ما کمک کنن؟ من فکر میکنم دلیلش همین آدمای دور و برمونن. تجربیات تلخی که برامون رقم میخوره است. من الان بالا پدرخانومم هم داره برنامه رو میبینه. همین پدرخانوم من. ایشون فکر میکنه که زمین و زمان هر آدمی که وجود داره خلاصه یه جوری میخواد یه ضرری بهش برسونه. همیشه چارچشمی حواسش رو جمع میکنه، نگرانه، با آدم ها خیلی با احتیاط رفتار میکنه و اینا. بخاطر چی؟ بخاطر اینکه قبلا یه آدم بد خورده به پستش. آره، ولی شک و بدبینی یه مشکل اخلاقیه، یه عیبه، مثل دروغگویی، حالا به هر دلیلی که باشه. عیب نیست آقای راو، بدبختیه. آدم بدبین به نظر من هم خودش رو عذاب میده، هم آدم های اطرافش رو. دنیا رو به کام همه تلخ میکنه، سیاه میکنه. آدم ها رو از همدیگه ناامید میکنه. استغفرالله، آدم ها رو از خدا ناامید میکنه. اصلا دلیلی که من اومدم تو برنامه شما هم همینه. اینکه حالا من از اون ارتفاع خیلی بلند اومدم پایین، یه میله از گردنم رد شد نیست. اینکه خدا ببخش ما رو، حالا به خاطر یه شرایطی من خودکشی کردم و دوچار یه گناه بزرگی اینجوری شدم نیست. دلیلش اینه که من یه دینی گردنم بود اینجا، باید میومدم میگفتم. دین شهریار، یه آدم خوبی که ما هزار جور انگ بهش زدیم، هزار جور فکر اشتباه راجبش کردیم، خودم، خانواده‌ام، اطرافیانم، فقط به خاطر اینکه فکر میکردیم که آدم صاف و ساده و صادق وجود نداره دور اطرافمون. این زخمی که رو گردن منه آقای رؤوف، یه یادگاریه، یه یادگاری از طرف خدا که همیشه یادم بمونه، یادم بمونه که خدا همیشه بوده، هست، دستمونو همیشه گرفته، هیچ وقت هم ول نمیکنه. حالا شاید ماها یه وقتای این چیزا یادمون بره، شاید یه وقتای بهش بدبین بشه، ولی اون همیشه هست. خدای ما رو به حال خودمون رها نکن، ما بیچاره میشیم. با شک و بدبینی دیوار زندگیمون رو خراب نکنیم. قصه بهمن رو شنیدید؟ خیلی حرف داشتم بزنم ولی فرصت برنامه‌مون تموم شد. دیوار زندگیتون پابرجا. خدا نگهدار. من میگم آخه هر دفعه که ما نباید مشکل صدا رو داشته باشیم. آره ولی یه ذره زمان میخواد دیگه، فرداش. حالا باشه، حالا بذار فردا حلش کنیم. آخ حسن رو شکر. بله، به نظر منم این قصه مخاطب رو درگیر میکنه. عجیبه که این بار من و شما با همدیگه هم نظریم. پس اگه شما موافقی من بچه های گروه تحقیق رو بفرستم برم با دختر حضوری صحبت کنن. نه خیالتون راحت باشه، من بچه های تحقیق رو میفرستم، تا تتوی قضیه رو در نیارن کوتاه نمیان. نگران نباشید، من فقط میخواستم ببینم که شما موافقت اولیه رو اعلام بکنین که به بچه ها بگم شروع کنن. شما هم خسته نباشید. ممنونم، مشکر، خداحافظت. توی برنامه امشب خیلی خوب اجرا کردی. ملکپور گفت ازت تشکر کنم. تو فقط منتظر موافقت ملکپور بودی واسه این که بچه ها رو بفرستی دنبال قصه؟ ببین فرهاد نداره، من اینجا قاقم. تو فکر کردی من عروسک خیمه شب بازی هم نخوام دست توی که تو صحنه منو تکون بدی؟ مهلت بدی توضیح میدم. آره توضیح بده. با من فقط میخواستم موافقت مدیر گروه رو بگیرم بچه ها رو بفرستم واسه تحقیق. ولی هنوز نه به باره نه به داره.
مثل هزار تا قصه دیگه که خوشمون اومده بعدن رفتیم تحقیق کردیم دیدیم اصلا به دردمون نمیخوره گذاشتیم کنار، غیر اینه؟ بابا مسئله من اینا نیست، من دارم میگم تو منو دور زدی، یه قصه گرفتی دست رفتی بالا با این سر کوچه تای کوچه بقبال چقال این دانشور بی سواد مثلا نظرش مهمتره. تو داری به من توهین میکنی، مگه قرار نبود که هر قصه ای که میره رو آنتن با نظر من و شما باشه؟ پس این خزعبلات چی رفتی خزعبلات اینترنت گیر خودی ما خزعبلات؟ بابا من اصلا مشکلم داستان نیست، من میگم شما قرار بود با من هماهنگ باشی ولی داری سلیقه شخصی تو میاری تو کار، هر جور صلاح ببینی کار میکنی. باشه فرهاد باشه، من مثلا ملک بود داستانو تعریف کردم، دو روز دیگه از من میپرسه چی شد، بذار بچه‌ها برن تحقیق کنم برگردن خودم ردش میکنم. خوبه؟ آرش کدوم گولی هستی جواب تلفن منو نمیدی؟ داداش دنبال این دختره بودم، به جان تو آب شده بود رفته بود تو زمین، صد جروب به سوار کردم تا تونستم پیداش کنم. آرش بازارگرمی نکن، بگو من باید چه غلطی کنم، چیکار کردی؟ والا مرخصی گرفته اومده خونه مادر بزرگش، واسش دنبال یه فرصت هم برم باش حرف بزنم. یار تخت دنبال فرصتی؟ سارا تیم تحقیق برنامه رو فرستاده دنبالش، تحتو همه چیو در میارن، تو دنبال فرصتی؟ آرش این جواب تلفن منو نمیده، برو گیرش بیار باهاش حرف بزن، بگو ما باید چیکار کنیم دست از سر این رفیق ما برداری، حرف آخر رو اول بهش بزن، فقط بهش بگو بره. آرش باشه دیگه.